در نیمه ماه آگوست سال 2021 میلادی، هنگام که طالبان در افغانستان دوباره به قدرت برگشتند، هزاران خبرنگار از ترس رفتار خشونت بار، بازداشت و شکنجه از سوی طالبان و کشورهای منطقه و امن جهان پناه بردند. پس از 2 سال، هنوز هم هزاران خبرنگار یا در افغانستان گیر مانده و یا هم در کشورهای همسایه و منطقه در بی سرنوشتی و ترس برگشتانده شدن به افغانستان به سر می برند. رئیس اجرایی روزنامه‌نگاران برای حقوق بشر در کانادا در حالی که این وضعیت را ناگوار می داند، اما انتقال این خبرنگاران آسیب پذیر در چنین شرایط را آسان نمی داند. There are thousands of journalists who are still stuck in Afghanistan. تا هنوز هزاران خبرنگار در افغانستان گیر مانده و هزاران خبرنگار که اسکان مجدد داده شدند در وضعیتی هستند که نیاز است به یک کشور امن منتقل شوند. ما به گونه ویژه دوسیه افرادی را دنبال میکنیم که در فهرست 500 نفری ما بودند. سمیرا نصحت چند روز پس از سقوط کابل به دست طالبان با خانوادش از ترس انتقام جویی های طالبان به پاکستان فرار کرد و حدود 17 ماه در آن کشور ماند. او که به تازگی به کانادا رسیده است، از وضعیت بد خبرنگاران در پاکستان میگوید. فعلا وضعیت در پاکستان بسیار خراب است و همچنان ما هم که در پاکستان بودم تقریبا با تعداد زیاد از ژورنالیست های ما هم کلام میشدم، میدونم که در وضعیت بسیار سخت قرار دارن. تا فعلا که حتی ما آمدیم به کانادا، تقریبا 3 ماه میشه به کانادا آمدیم، فعلا هم کمرایشان در تماس هستم که سایشان بی سرنوشت، نامعلوم، هیچ معلوم نیست که آیا کدام کشور اونا را قبول میکنه نمیکنه، در وضعیت بسیار بد قرار دارن. بحران‌های تازه جهانی ظاهرا سبب شده است که قضایای افغانستان رنگ ببازد، چنان که جنگ اوکراین در روند تخلیه و انتقال افراد آسیب پذیر در افغانستان تأثیر مستقیم گذاشته است. The war in Ukraine and the associated food security and other issues that are coming. بحران دیگری همچون جنگ در اوکراین مسئولیت غذایی و مشکلات دیگر برآمده در نتیجه این جنگ است. ما تمام تلاش های خود را می کنیم که مردم، خبرنگارانی که در افغانستان و کشورهای دیگر گیر مانده اند فراموش نکنند. مسئولیت کشورهای غربی است که این مشکل را حل کنند و این افراد را به کشورهای امن منتقل کنند. A way to relocate safely and with dignity to new countries. هرچند طالبان سرکوب رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان را رد می کنند، اما پس از برگشت آنان به افغانستان سبب شده است که هزاران خبرنگار افغانستان را ترک بگوید و از سوی هم صدها رسانه دیداری، چاپی و یا هم شنیداری به دلیل فشارهای سیاسی و یا هم مالی بسته شوند. احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، تورنتو.